در پایان یکی از اجراهای نمایش تئاتر اجوکا درباره شاعر صوفی بلحیشا، پیرمردی به همراه پسرکی جوان نزد بازیگری آمد که نقش صوفی بزرگ را بازی میکرد. نوهام ناخوش است، لطفا نفس متبرکی بر او میدمید. بازیگر جا خورد، گفت: من بلحیشا نیستم، من فقط بازیگری هستم که این نقش را بازی میکند. پیرمرد گفت: پسرم، تو بازیگر نیستی، تو تناسخ یافته بلحیشا هستی، آواتار او. ناگهان مفهوم کاملا جدیدی از تئاتر بر ما روشن شد که در آن بازیگر تناسخ یافته شخصیتی می شود که آن را به تصویر می کشد. کاوش در داستانهایی همچون داستان بلحیشا که در تمام فرهنگ ها بسیار است، می تواند پلی شود میان ما سازندگان تئاتر و مخاطبان ناآشنا ما مشتاق. هنگام اجرا بر روی صحنه، گاهی با فلسفه من درباره تئاتر، با نقشمان به عنوان نوید دهندگان تغییر اجتماعی، از خود بی خود می شویم و بخش بزرگی از توده ها را پشت سر جا می گذاریم. در درگیری من با چالش های اکنون، خود را از امکان تجربه معنوی عمیقا تاثیرگذار که تئاتر می تواند در اختیار من بگذارد محروم می کنیم. در دنیای امروز که تعصب، نفرت و خشونت بار دیگر در حال پدیدار شدن است، سیاره من هرچه عمیق تر در فاجعه اقلیمی فرو می رود، ما باید قدرت معنوی من را تجدید کنیم. باید با بی‌تفاوتی، رخوت، بدبینی، طمع و بی‌توجهی نسبت به جهانی که در آن زندگی می‌کنیم و سیاره‌ای که روی آن زندگی می‌کنیم بجنگیم. تئاتر نقشی دارد، نقشی والا، در نیرو بخشیدن و بسیج کردن بشریت برای بالا کشاندن خود از حبوطش در مغاک. می‌تواند صحنه را، فضای اجرا را به امری مقدس ارتقا ببخشد. در جنوب آسیا، هنرمندان کف صحنه را پیش از قدم نهادن بر روی آن با احترام لمس می کنند. سنتی کهن از زمانی که امر معنوی و فرهنگی با یکدیگر در آمیخته بودند. زمان آن شده است که آن رابطه همزیستی را میان هنرمند و مخاطب، گذشته و آینده دوباره به دست بیاوریم. ساختن تئاتر می تواند عملی مقدس باشد و بازیگران یقیناً می توانند آواتار نقش هایی باشند که بازی می کنند. تئاتر توان آن را دارد که به معبد تبدیل شود و معبد هم فضایی برای نمایش.